اینجا سرزمین های آریابوم است. قلمروی که کشور کنونی ایران تنها قسمتی از آن بوده است. سرزمینی که کوههای بلند پامیر و هندوکش تا رشته کوههای قفقاز، از سرزمین حاصلخیز هند تا سرزمین تاریخی تیسفون، همه و همه را با ریسمانی در هم تنیده از تاریخ، فرهنگ و هویت مشترک به هم پیوند می زند. امروزه آریابوم شامل کشورهای با مرزهای سیاسی مشخص و مردم با نام و طرح‌های مختلف است. کرد، آذری، تاجیک، پشتون، ارمنی، لور، تات، ازبک و غیره. اگرچه سالهای دراز و سیاستهای مختلف در طول تاریخ بین مردم این کشورها دیوار کشیده است، ولی هنوز ریشه های در هم تنیده و زخیم فرهنگ این مردمان بسان دانه های زنجیر به هم تنیده و فراتر از مرزها ایشان و مردم آن سوتر از این مرزها را به هم پیوند می دهد. نخستین خلقه از این زنجیر ناگسستنی نوروز دیرپای تا همیشه جاودانی است که با سنت ها، آداب و رسوم و ارزش های خود هر گوشه و کنار این قلمرو را در نخستین روز بهار غرق در شور، رنگ، نشاط و یک پارچگی می سازد. زبان فارسی با نفوذ به تردید خیش در زبان اردو، ترکی، آذری، هندی، ازبکی، ارمنی، کردی و غیره تمدن کهن و دیرپای مردمان این سرزمین را به ما یادآور می سازد. چون دل بشوش مقام خراسانی و هنر والای مورگ خانی فرارودیان میبندی و عاشق خانی آذری و چاووش خانی حاشیه خلیج فارس را میشنوی، در معماری اصفهان، تاریخ سمرقند و بخارا و تصحیب استرفشن غرق میشوی، در این زمان است که مرز به معنا میشود و نژاد و دین و زبان رنگ میبازد. در این زمان است که بیاد میباوری این رشته عشق ناگسستنی نمربوط به امروز که سر رشته دراز دارد. این تاریخ دیرپایه است که شاهد همراه کمال خجندی و کمال الدین بهزاد هراتی تا دل تبریزی شده، سلوک عاشقانه مولانا را از بلخ تا قونیا درج کرده است و میرعلی همدانی و ابوالقاسم لاهوتی را شیفته تاجیکستان گردانیده است. زمانی که دختران رستاهای قزاقستان به یاد پرواز جمشید شاه ایرانی در نوروز بر تاو بینشینند و در رستاهای دورافتاده در قفقاز به رسم کهن در شب زفاف آتش روشن می کنند، در رستاهای فرسنگ ها دور از خراسان به یاد حکیم توس بر پایه تندیس فردوسی سجده می برند و فرزندان خود را گیو و رستم نام می نهند. این پیوندها قوی تر از هر زمان دیگر در دل و جان هر فردی که ریشه در این سرزمین دارد می نشیند. امروز زمانی است که تیری را که آرش تیر افکن از دماوند به جیهون افکند، بار دیگر به پرواز در آوریم و این بار از فراز کوههای قفقاز به آن سوی رودخانه جیهون و از بغداد به سوی سند و هندوکش بیفکنیم و دستانی را که از هم دور مانده اند به هم گره زده و نوزایی ایرانی را رقم زنیم. چی گویند که نیست قصه از راستین؟ و شاهنامه گوید نباور چنین، که هر در رخاکی وطن تیری ماست، به عالم بگویم آرش همین جانی ماست. که خاکی وطن رسته این جانی ما، که مرزش بود کیش و آینی ما. چنین زنده باشد به این سرزمین نام او، چنین زنده است آرش و زنده بود تیری او.